سلام. سلام. ببخشید دیر کردم. صدیقه خوبی؟ مهربان خوبه. طوری نیست. دلم عاشور افتاد. اینا جمع خونه بی بی زهرا نوشت 4 کیلویه. هزار الله اکبر. ماشاءالله. بفرمایید خواهش می‌کنم. ان شاءالله نوه‌داری تو. ان شاءالله. میشینیم یه روز دوره هم هممون از نوه‌هامون حرف می‌زنیم ها؟ مهربانو. تو میگه اصلا نبرمیگرده. الهی قربان قد بالاش برن. الان 3 سالی که نه قدش دیدم نه صداش شنیدم. دلت چی میگه؟ اینکه برمیگرده. جایی نرفتن که. دارن خونمون دفاع میکنن. من برم رختمو عوض کنم. باهاتون کار دارم. خدا به خیر رضا باشه. گوهرجان چه خوابی بهشون دیده. آخیش جونم. بله بفرمایید. سلام عمه. خوبی سیمین؟ خوب نیستم. دلخورم ازتون. چرا؟ عمه جون شما خبر داشتین پرویز اعتصام برگشته؟ بله. اون وقت اصلا براتون مهم نیست این آدم کی بوده، چی کار کرده؟ ظلمی که در حق خودتون کرده به خودتون مربوطه. میخواییم ببخشین، میخواییم نبخشین. ولی بقیه چی؟ دایی فرهاد، اون همه مصیبت. پرویز تو مصیبت ها هیچ نقشی نداشته. ظلمی هم که در حق من کرده تقاصش رو پس داده. زندگی همچین به اونم خیلی آسون نگرفته. به همین راحتی میخواین از گناهش بگذرین؟ لابد شما از احمد و نسرین خواستین اونجوری دورشو بگیرن ازش پذیرایی کنن. من که نمیتونم جلوی دیدار پدر و پسر رو بگیرم. شما خبر دارین این آدم برای چی برگشته؟ من که ندیدمش، ولی اونجوری که دستگیرم شده اومده مادرشو ببینه و احمدو. نه امه جون، قضیه به این سادگی ها نیست. تو نگران چی هستی؟ من نگران آبروی خانواده، نگران نفوذ دوباره این آدم. این آدم هنوز تقاص کارهای گذشتهشو پس نداده. اینقدر تقاص و گناه گناه نکن. گناهی اگر بوده مال پدرش بوده. قرارم نیست پسر تقاص پدر رو پس بده. به جای من و شما کسای دیگه ای باید راجع به این آدم و گذشتش تصمیم بگیرن. باید معلوم بشه نقش این آدم تو مرگ دایی فرهاد و مصیبت‌های بابا چی بوده. گوش کن سیمین، من اگر ببینین عمه جون، دفعه پیش به من گفتین دهنتو ببند ساکت، چون منم دهنمو بستم. ولی این دفعه فرق میکنه. این آدم برگشته ایران، همه چی باید روشن شه. میخوای چیکار کنی سیمین؟ من کاری نمیکنم. قانون و آدماش وظیفه‌شونه تکلیف این آدمو روشن بکنن. خداحافظ عمه جون. چه میدونم چقدر طول میکشه خانوم. مدارک اول باید بره بانک، بعدم بنیاد. بله چشم. آقای صنایعی هم که تشریف بردن مرخصی، همه بارشون رو دوش ماست. سلام. سلام. خوبین؟ ممنون. من یه چند تا سوال ازتون داشتم. شما؟ عرض میکنم خدمتتون. فقط امکانش هست بریم یه جای خلوتاً؟ بله. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. راستش می‌خواستم در مورد یکی از همکاراتون بپرسم، آقای صنایعی. شما هنوز خودتون رو معرفی نکردین. من یه بنده خدا، نه مأمورم نه مسئول گزینش.
من یک کسی هم که احساس مسئولیت میکنه که اینجاست، کسی که جلوی دروی و ریا نمیتونه سکوت کنه. حالا میخواستم در مورد این مدتی که ایشون اینجا کار میکنم بپرسم. حالا چی بگم؟ یه جورایی نور چشمی هستم. هنوز از راه نرسیده زیرا به مدیر مالی قبلی رو زد و خودش نشست جاش. تا دلت هم بخواد آقای فتووت مدیر شرکت هواشون رو داره. دو روزمونه شده. ببخشید شما چیزی میدونید از ایشون؟ دیدی بعضی ها ظاهرشون با باطنشون توفیق داره؟ گفتید چه مدت ایشون اینجا کار میکنن؟ ببخشید آقای فتووت اومدن، بهتر من برم سر کار. بفرمایید بنشینید. ممنون. اگر اضطرار نبود حتما با وقت قبلی خدمتتون میرسیدم. منو ببخشید. خواهش می‌کنم. آقای آذری گفتن شما می‌خواستید در مورد آقای صنایعی صحبت کنید. ایشون 3-4 روزی است که رفتن مرخصی نیستن. اطلاع دارم. راستش نمی‌دونم باید چجوری شروع کنم آقا. انقلاب با همه خوبیایی که داره یه موزلی برای خانواده ها به وجود آورده. اون هم شکاف و اختلاف عقیده بین افراد خانواده است. یعنی میخوایید در مورد خوبی ها و بدی های انقلاب صحبت کنیم؟ قطعا نه، اما برعکس من این شکافی که خدمتتون عرض کردم رو برکت انقلاب میبینم. باعث میشه چهره واقعی افراد آشکار بشه. من از بستگان دور آقای صنایعی هستم که به لطف همین شکاف به مراتب از هم دورترم شدیم. متوجه منظورتون نمیشم. میشه واضح تر صحبت کنیم؟ ببینین خیلی ها هنوز در رویای سلطنت زندگی میکنن که البته به ظاهر خودشون رو انقلابی خطاب میکنن و نشون میدن که فکر میکنم به مراتب اینها از مخالفین و معاندین خطرناکتر باشن. درست میگم؟ منم با عقیده شما موافقم، اما این حرفا چه ربطی با آقای صنایعی داره؟ خب تا اونجایی که من میدونم اگر اشتباه نکنم اینجا یک مؤسسه مرتبط به بنیاده. خب حداقل ویژگی کارکنان همچین مؤسسه ای اعتقاد به باورها و ارزشهای انقلابه. غیر از اینه؟ دقیقاً همینطور که شما میگید. خب من میتونم بپرسم شما چقدر آقای صنایعی رو میشناسید؟ آقای صنایعی کارمند وظیفه شناس، معتقد، مذهبی، باهوش و زرنگی که تو همین مدت کم تونسته خیلی از مشکلات ما رو حل بکنه. ایشون حتی زمان استخدام چیزی در مورد حضور در جبهه‌شون یا اینکه فرزند شهید بودم رو نگفتم و این برای من خیلی با ارزش. خیلی. ایشون خودشون رو فرزند شهید معرفی کردن؟ عرض کردم ایشون نگفتم، من خودم متوجه شدم. النجات فی الصدق حاجاقا، این کلام معصوم خداست. ایشون نه تنها پسر شهید نیستن، بلکه پنهان کردن هویت واقعی پدرشون جز ریا و فریب چیز دیگری نیست. البته ببخشید انقدر صریح من حرف میزنم. من چرا باید حرفای شما رو باور کنم؟ اصلا از کجا معلوم که شما از سر خصومت شخصی نیومده این حرفا رو به من بزنید؟ من خودتونم. من فقط انجام وظیفه کردم و خواستم شما رو مطلع کنم. شما میتونین به وظیفتون عمل کنین و در مورد ایشون تحقیق کنین. البته یه راه کوتاه‌تر هم هست. چرا از خودشون نمیپرسین؟ از خودشون در مورد پدرشون و زندگی خصوصیشون بپرسین. علیا گزارشش رو دادم. باید تا شب نشده نزدیک روستا نشیم که کسی متوجه حضورمون نشه. چی احمد آقا؟ عجله نکن.
میره اصلا دو روز کارو میقاپی. از این پیرانا پوشیدی باز میخوای که رو گول بزنی؟ این یقه قیمت داره اون تو تا حالا بفهمی. خب گزارش بار شیراز و ارومیه رو فرستادیم، این کانتینر هم اومده داریم خالی میکنیم. خب اینکه گزارش کار بود، خودت چیکار کردیم؟ من که سربرا هم هر کاری که گفتی کردم. اینجوری نیست، بگو به نرگس چی گفتی اونو بگو. میخوام بدونم چجوری از زیر زبونت کشید بیرون زبونی که قرار بود چفت و بس داشته باشه. داستان عشق و عاشقی شما که فاتحش خونده است، چی شد وادادی؟ از طرف من که فاتحش خونده نیست، اون ترس و نگرانیش به خاطر توی که نکنه خطایی که خودش کرده و با آخر رسیده تو تازه شروع نکنه. گوشتو باز کن ببینم چی میگم. دیگه نه احمد سنایی هست که بخواد بیاد برای من تو شاخشه، نه نرگزی در بینه که بخواد سینجیمت کنه. سرت تو کار خودت باشه، امیدت به آینده بی حرف و حدیث گذشته، فهمیدی؟ تو گمرک جنوب که کار زیاد هست، منو بذار اونجا کارتو انجام میدم، از این گرفتاری و قائلم بدورم. نه خیلی من اینجا به شما احتیاج دارم، با وردست من باشی نقشه ها برات دارم. من یه چند وقتی نرفتم شهرستان به مادرم سر بزنم، حالش خوب نیست. خب باید کار کنی چپت پر باشه به اون من خدا متونی برسی. بفهم قربان، هیچ کس خونه نیست. قربان کلو بلگن هر رو جاوازم تازه روشتی معطل نکنی، برید دنبالش. معمولی که گزارش شان داده بود دیروز تا حالا چش رو هم نذاشته، فقط رفیقش آمده بود پیشش، احتمالا از یه جای دیگه ای رفتن بیرون. یادت بهت میگفتم یه نفر داره تعقیبمون میکنه؟ مطمئنم همون بهشون خبر داده. بیا برگردیم مسافر خونه، بچه ها رفتن دنبالش. چیه همه تو فردا میگیریمش؟
مراقب باش. تو نمیخواد نگران من باشی. بیا بالا. پس دادم. من تا این بالا بیشتر باید نمیام. اون طرف یه روستاست تو مرز ترکیه. فقط مراقب باش دست پلیس های مرزی نیفتی. باشه. بایی من از ارتفاع میترسم. یه جا بشینیم استراحت کنیم. سرم داره گیج می. بیا بالا. کاش که سیب زمینی داشتیم. زودتر باید از شهر این ساکن هم خلاص شیا. هرچی توشه مهمه واسم. هرچی قیمتی داری بکن تو پیرانت. یه جا همین جا گمگورش میکنه. همش قیمتیه. جهنم. پشو باید بریم. باشه دیگه. لعنت به من، لعنت به کیانی، لعنت به من که خودم رو به خاطر چند تومن انداختم تو دهن این گرگ. حرف نزن، زیر پات خالی میشه. من احمق رو بگم، خودم رو به خاطر شغل انداختم تو دهن این کیانی. احمق. جایی بابا من خسته شدم. آخه من دیگه چقدر میگردم؟ اگه پیدات کنم اون لپاتو میگیرم. یه وای چیز میکنم. قبول نیست. چرا قبول نیست؟ دیگه نوبت من بود دیگه پیدات کنم. به 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 مامانت هم اومد. آی 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 آی. سلام. آروم 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 آروم. مامان خسته است. خیلی. سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ خسته نباشی مادر. نگاه اذیتتون نکرد؟ نه. اذیت نمیکنه. انقدر با هم بازی کردیم. به خاطر مهر شماست نمیخواد بره مهد کودک. اینم جایزت مامان. قربونش برم. برو باش بازی کن. قربونت برم من. خیر انشالله مادر. چقدر خرید کردی؟ خیر چه خیری. اینم پیرم برای شما. مال من اینا؟ بله بله. اینم دامن و روسری. فکرم خیلی بهتون بیاد. چقدر قشنگی. دست درد نکنه. مبارکتون باشه. تو میگه حبیب ولخرجی میکنه مادر. اون وقت تو رفتی گرون گرون دادی اینا رو خریدی. این چه حرفیه؟ اینم پیرم برای آقای ابراهیم. دست درد. اینم یه کت شلوار نو که ایشالله حبیب بیاد کمک کنه بپوشی. ببینم حالا برای چی میخوای ما رو نونوار کنی؟ خب پدر مادر داماد باید نونوار بشن دیگه. داماد؟ آره دیگه. میخوایم برای حبیب بریم خواستگاری. اگه شما نبودی هی خدا خدا میکردی که بریم خواستگاری برای پسرت. ببین فکرم خیلی بهت بیاد. آره مادر من همش خدا خدا میکردم، ولی آخه اون که حرفی به من نمیزنه. همه جیک و ویکش با توه. تو خواهرشی. حالا بگو ببینم تو براش آستین بالا زدی یا خودش پیدا کرد؟ نه بابا خودش پیدا کرده. خب حالا حدس بزن کی هست. کیه؟ سیمین خانم دختر حاجتا. نه
نه اونجوری نگاه نکن بابا، انگار پسرت واقعا عاشق شد. شما چای دارین؟ من برم چای بر خودم بریزم. باورتون میشه؟ آقا حرف از انتقام میزد آخر عاشق شد. البته من سعی کردم باور کنم، شما هم سعی کن باور کنی. حبیب من عاشق شده؟ اونم عاشق سیمین دختر حاجتا؟ مگه میشه؟ ببینم، مگه تو نبودی شک انداختی تو دل من که حبیب کجا و دختر حاج عطا کجا؟ ها؟ ببینم، مگه تو بیخ گوش من هی مدام وزوز نمی کردی حبیب مال مردم خور شده، چه میدونم داره خطا میره و خدا نکنه یهو بشه مثل استغفر الله. چی شد؟ حالا کنارش وایسادی؟ ها؟ رخت و لباس نو تن ما میکنی؟ ما رو ببری خواستگاری؟ داستان خواستگاری چیه؟ سلام. سلام. خواهر چی میگه؟ میخوای دوماد بشی؟ چی میگه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خب باید بابا مامان بدونن که تو عاشق شدی. آخه نه به داره نه به باره اصلا. هم به داره هم به باره. عروسی همینه دیگه. ببین چه لباسی برای مامان خریدم، کچلوارم برای بابا خریدم. نرگس جان وقت خواستگاری گذاشتی؟ آخه من هنوز با سیمی خانم حرفم نزدم. خب بهتر، اصلا تو نباید حرف بزنی. مگه نه ماما؟ چه میدونم والا، خودتون بریدین خودتونم دوختین. چه میدونم یعنی چی؟ ببین بعد مادر خواهر زنگ بزنن صحبت کنن. الانم که سال بابا شده دیگه مانعی نداره، ما خودمون زنگ میزنیم. تو حالت خوبه امشب؟ خیلی داری شلوغش میکنیم. یعنی چی شلوغش میکنم؟ مگه نگفتی عاشق شدی؟ مگه نگفتی طعم عشق از دست رفته رو من میفهمم؟ خب من باورت کردم، حالا میخوام هر کمکی بکنم که به عشقت برسی. فقط آقا حبیب اگه تو بگی نه یا اون بگه نه، ما دوباره برمیگردیم سر پله اول. سخونی بانم و خزارلم خواه لگل بیخ شبتن شد خواه تن لگل بیخ.